سلام، مخلص حمید جهانشاهی هستم. امروز تو این ویدیو می‌خوایم با همدیگه بریم سراغ حرکات دوربین توی فیلم برداری و با همدیگه ببینیم که این حرکات دوربین چه تأثیری توی داستان و فیلم ما می‌ذاره. اول از همه باید بهتون بگم که شما با حرکات دوربین میتونید تصویر رو برای بیننده جذاب‌تر کنید و اون خستگی ثابت بودن تصویر رو ازش بگیرید. خب اولین حرکتی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم استاتیک شات یا نمایش ثابته. که همونطور از اسمش معلومه شما دوربین ثابت روی یه سپایه قرار میدید و توی این حالت شما هیچ حرکتی روی دوربینتون ندارید و باعث میشه که تمرکز بینندهتون روی سوژه یا بازیگری که در حال دیالوگ یا یه اکت و حرکتی داره یا حسایی که بازیگر جلوی دوربین داره انجام میده تمرکز بینندهتون روی اون دقیق تر کنید. دومی حرکتی که میخوایم راجعش صحبت کنیم پنج شاته. پنج شات حرکت دوربین در راستای افق یا محور ایکس به سمت راست یا چپ. شما توی این حالت میتونید اطلاعاتی که توی تصویر میخواید به مخاطب یا بینندهتون منتقل کنید و خیلی راحت تر منتقل کنید. و موضوع دیگه ای که هستش اینه که شما با پنج شات اسلو موشن یا پنج شات آروم میتونید یه حس انتظار و پیشبینی رو به بینندهتون منتقل کنید و با پنج شات سریع یا پنج شات شلاقی میتونید یه ترانزیشن تور برای مخاطبتون به وجود بیارید که بیشتر کارگردانا از این طریق حس انرژی و حس ارتباط دو تا سوژه یا بازیگر رو توی تصویر به مخاطب یا بینندهشون منتقل میکنن. سومین حرکت دوربین حرکت تیلت شاته. تیلت شات توی محور عمودی و محور ایگرگ ها به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه و میتونم بگم که مشابه خود حرکت پنج شات شما بازم میتونید اطلاعاتی که توی تصویر میخواید به مخاطبتون توی این محور بدید و میتونید منتقل کنید توی این حرکت. موضوع بعدی اینه که شما توی این حرکت میتونید ضعفش رو نشون بدید وقتی که دوربین از بالا به سمت پایین حرکت میکنه و میتونید قدرت یک بازیگر یا یک سوژه رو توی تصویر نشون بدید وقتی که دوربین از سمت پایین به سمت بالا حرکت میکنه، مثل کاری که کارگردان فیلم پارک جوراسیک انجام داد برای نمایش هیبت اون دایناسورای بزرگیشون. از این حرکت دوربین تیلت شات استفاده کرد که اون نمایش بزرگی و هیبت دایناسورا رو خیلی راحت به مخاطبش منتقل کرد. حرکت بعدی که میخوام بهتون بگم حرکت بوم شاته. توی حرکت بوم شات خیلی بیشتر دوربین رو روی کرین قرار میدن و دوربین به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه. تفاوتش با تیلت شات میتونم بگم که اینه که شما توی تیلت شات دوربینتون رو ثابت قرار میدید توی راستای عمودی به سمت بالا و پایین حرکتش میدید. توی بوم شات شما دوربین رو به صورت فیزیکی به سمت بالا و پایین انتقالش میدید. تفاوتش با هم دیگه اینه. توی بوم شات هم شما میتونید تصاویر یا دنبال کردن سوژه توی راستای عمودی رو به مخاطبتون نشون بدید و یا منظره یا اطلاعاتی که توی اون تصویر توی اون راستا میخواید به مخاطبتون منتقل کنید و توی این حرکت دوربین میتونید به مخاطب یا بینندهتون منتقل کنید. خب حرکت بعدی دوربین حرکت پوش این و پول آته. که دوربین به سمت سوژه حرکت میکنه و به سمت جلو میره. توی پول آت دوربین از سوژه فاصله میگیره و به سمت عقب میاد. اول از همه پوشین رو بهتون میگم. پوشین شما برای اینکه بخواید تاکید کنید روی اون سوژه یا اون بخشی، اون اشیا یا هر چیزی که توی تصویر دارید که مخاطبتون کاملا متمرکز شه، حالا روی دیالوگ گفتن اون سوژه، روی احساسات یه شیء که توی تصویر دارید، از پوشین استفاده میکنید. و پول آت هم دقیقا برعکس پوشینه. شما توی این حالت تاکید رو از روی سوژهتون برمیدارید و با عقب آوردن دوربین سوژه رو توی تصویرتون رها میکنید. یا اگر بخواید که یک فضایی که اطراف سوژه هستش و بخواید نشون بدید که سوژه در چه فضایی هستش رو هم از این طریق میتونید منتقل کنید. میتونید برای حالا رها کردن سوژه توی فضا ازش استفاده کنید یا حس درموندگی سوژه توی اون حالتی که گیر افتاده هم میتونید از این حالت استفاده کنید. موضوع دیگه که از پول آوت میتونید استفاده کنید اینه که شما به طور مثال از یه شیئی که روی یک میزی، مثلا به طور مثال تلفن موبایل، پول آوت کنید، به سمت عقب دوربین رو بیارید و نشون بدید که یه سری افراد منتظر یه تماس تلفنی هستن که حالا بالا سر اون تلفن نشستن. از این پول آت میتونید توی این حالت هم استفاده کنید. و چیزایی که به پوش این و پول آت مربوطه که به صورت اپتیک استفاده میشه، شما زوم این و زوم آت هم به همین شکل میتونید انجام بدید که فوکال دوربینتون همونطور که میدونید تغییر میکنه. یعنی وقتی شما زوم این و زوم آت کنید
فوکال دوربین تغییر میکنه و دوربین به صورت اپتیکال به سمت سوژه یا اون اشیایی که روش میخواید زوم کنید میره. و همون حرکت دالی زوم هم به همین شکل هستش که قبلا یه ویدیو کامل راجع به دالی زوم صحبت کردم که این بالای تصویر میبینیدش و میتونید روش کلیک کنید و ببینید که دالی زوم چه کاری میشه باهاش انجام داد. حرکت بعدی که میخوام بهتون بگم حرکت کامرا رول، یعنی چرخش دوربین روی یک محور مشخص. توی این حالت شما حس پریشونی و حس شلوغی رو توی تصویرتون میتونید به مخاطبتون منتقل کنید و کلا میتونید نشون بدید که اون حال و هوای اون تصویر یا حال و هوای اون فضا خیلی خوب نیستش. حرکت بعدی که میخوایم راجعش صحبت کنیم تراکینگ و تراکینگ. خب اگه بخوام اول از همه حرکت تراکینگ رو بهتون توضیح بدم، تراکینگ دنبال کردن یا فالو کردن سوژه‌تون یا بازیگرتونه، به شکلی که دوربین کاملا با سوژه‌تون هر طرفی که سوژه حرکت میکنه اونو دنبال میکنه و باهاش میره. و کمکی که به شما میکنه برای انتقال داستان اینه که دو تا سوالو میتونه برای مخاطب یا بینندهتون به وجود بیاره. سوال اول اینه که بیننده به این فکر میکنه که این سوژه یا بازیگر کجا داره میره، و سوال دوم اینه که جایی که داره میره چه اتفاقی قراره بیفته. حالا برمیگرده به داستانی که خودتون برای اینکه بخواید این تراکینگ رو انجام بدید ازش استفاده میکنید. و تراکینگ حرکت دوربین در راستای افق، وقتی که شما سوژه‌تون رو در راستای افق تعقیب میکنید، توی این حالت شما میتونید به بینندهتون هم منظره‌ای که سوژه توش داره حرکت میکنه نشون بدید، هم اکت و کارهایی که داره انجام میده، و وقتی که شما سرعتتون از سوژه‌تون بیشتر باشه حس خسته بودن و ضعیف بودن سوژه رو منتقل میکنید، و وقتی که سرعت شما از سوژه کمتر باشه حس قدرت و سریع بودن سوژه رو به بینندهتون منتقل میکنید. خب حرکت بعدی دوربین حرکت آرکشاته. شما توی آرکشات 360 درجه دور سوژه‌تون حرکت میکنید. این کار باعث میشه که تمرکز بیننده کاملا روی سوژه باشه، در کنار اینکه منظره اطراف سوژه رو هم به بینندهتون منتقل میکنید و نشون میدید که توی چه فضایی هستش. موضوع بعدی اینه که بک‌گراند سوژه کاملا عوض میشه و حس حالا قدرتمند بودن سوژه رو هم میتونید به مخاطبتون نشون بدید. بیشتر برای نشون دادن حالا هم وحشت میتونه باشه، هم برای نشون دادن هیرو بودن یا قدرتمند بودن اون سوژه که توی تصویر هستش. در کنار دیالوگ ها و بحث هایی که دارن راجبش صحبت میکنن هم میتونید از این روش استفاده کنید و تمرکز بیننده رو کاملا روی سوژه‌تون قرار بدید. خب آخرین حرکتی که میخوام بهتون بگم کامرا شیک یا همون هند هلد کامراست، یا به قول خودمون دوربین روی دست، یعنی فیلم برداری دوربین روی دست، که توی این حالت شما تمام تکونهای دوربین رو به صورت کاملا مشخص حس میکنید. بیشتر برای ساخت مستندسازی و حالا بسته به اون خلاقیت که توی داستان دارید میتونید ازش استفاده کنید، و حسی که به بینندتون منتقل میکنه حالا هم توی حرکات دوربین وقتی بیشتر باشه هم حس شلوغ بودن رو به بیننده منتقل میکنه. حالا برمیگرده بازم به اینکه داستانتون چی باشه و با چه سرعت این تکونای دوربین رو داشته باشید، ولی توی این حالت بیشتر برای مستندسازیه و بیننده یه حس صمیمی بودن و نزدیک بودن توی اون فضا حس میکنه، یعنی احساس میکنه که خودش اونجاست و داره اون صحنه ها رو، حالا توی دویدن اگه باشه خودش هم داره همراه سوژه میدوه. خب من اینجام که تجربیاتمو با شما در میون بذارم. اگر شما هم تجربه خاصی از حرکات دوربین دارید حتما زیر این ویدیو برام کامنت بذارید تا بتونیم بیشتر راجبش با هم دیگه صحبت کنیم. مرسی که این ویدیو رو دنبال میکنید. مخلص.